سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز قرار با هم در مورد فایل XML بدونیم توی برنامه لایت موشن، اینکه چه کاربردی داره برای هر کدوم از پروژه ها. و من یه پیام گذاشتم توی کانال تلگرامم که بدونم چه درصدی از ممبرای اون چنل مثلا میدونن اصلا در مورد فایل XML، چون همونطور که در جریان هستید یا نیستید، یه سری از فایل ها و پروژه هایی که خودم آماده می کردم و می فروختم، مثلا به فروش عمومی می ذاشتم یا حتی بعضا فروش خصوصی میشه گفت که مثلا به یه نفر یا دو نفر نهایتا فروش بره اون پروژه می ذاشتم. می خواستم ببینم که در کل چه درصدی از اون افراد آگاهی دارن نسبت به این موضوع که اصلا پروژه چجوری استفاده میشه. و فهمیدم خیلی از سابسکرایبرهای چنل تلگرام حالا که تو این نظرسنجی تقریبا شرکت کردن اصلا نمیدونستم به چه دردی میخوره. حالا من گفتم که یه ویدیو هم ببندم در این موضوع که کاملا آشنا بشید باش. اول اینکه انتقال دادن فایل XML و وارد کردنش به مثلا برنامه لایت موشن، چون خب قبلا در این مورد ویدیو گذاشتم خیلی وقت پیش که اگه توی یوتیوب سرچ کنید مثلا آموزش وارد کردن فایل XML میاد بالا، چه ویدیوی من چه ویدیوی کسان دیگه، و از این موضوع دیگه اوکی باشید که چجوری واردش بکنید. که البته من مثلا خودم فایل رو میفروشم به کسی، یعنی فروش عمومی که داریم براشون ارسالم میشه که چجوری، یا براشون توضیح داده میشه که چجوری واردش بکنن اگر اونو بلد نیستن. ولی خب اکثریت که میخرم بلدن اینو، چون خب اگه بلد نباشی چرا باید بخریش فایلو. و الان ما برنامه لایت موشنمون باز میکنیم و مثلا فایلمون رو وارد کردیم. این یکی از اون فایلایی بود که به فروش عمومی گذاشته شد. میخوام مثلا همین رو مورد بررسی قرار بدیم که چجوری اصلا میتونه از این استفاده کنن. اول اینکه مثلا فرض میکنیم من یه فردی هستم که از این آهنگ روی این پروژه خوشم میاد، خب یعنی آهنگ رو اوکی ام باش، و عکسایی هم که استفاده شده رو مثلا میخوام عکسا رو تغییر بدم، درسته؟ و کاری به متن ندارم. خیلی راحت، خب مثلا آموزش های دیگر رو دیده باشید، میتونید بیاید اینجا و مثلا اون عکس اولیه رو بیاید از این طریق بیام اینجا از اول، مثلا اینو بزنم من و چه عکسی دارم، مثلا این عکس. خب بر فرض مثال این عکس رو بذارید روش، درسته؟ که من حالت به عادی برمیگردونم. و این یه راهشه واسه بقیه کارا، مثلا طراحی این تونل، آموزش ویدیو آموزش اون تونل رو که دیده باشید میدونید که باید اینا رو کاملا همه رو بسازید با اون عکس. مثلا برید اون عکس رو نقطه‌ای بکنید، بعد وسطش خالی بکنید، که ویدیوش رو توی یوتیوب گذاشتم. بر فرض مثال مثلا کسی بخواد عکس رو فقط عوض کنه، برای مثال دیگه مثلا کسی بخواد آهنگ رو بذاره، مثلا آهنگ رو عوض کنه، این آهنگ رو اینجوری میاد اینجا میزنه پاک میکنه. خب برنامه الایت موشن که آشنا باشید اینا رو بلدید دیگه، اودیو میزنه مثلا یه آهنگ دیگه اضافه میکنه اینجا. خب بعدش میاد چیکار میکنه؟ مثلا میاد متن رو عوض میکنه. متن هم خیلی ساده میتونه بیاد اینجا، مثلا هر متنی که میخواد اینجا بنویسه. و همونطور که میبینید این متن ها دوتا پشت از روی هم قرار گرفتن، چون متن زیریش سایه متنه که همون متنی که اونجا نوشته رو روی اینم مینویسه و اوکی میشه همه چی. خب و تایپ بعدی کسیه که میخواد از این متن و این عکس و این افکت ها، خب که حالا این تکست گرافی افکت خاصی روی تصویرش نیست، واسه اونم توضیح میدم که مثلا افکت ها رو میتونه کپی کنه، میخواد از این متن ها برای پروژه خودش استفاده کنه. مثلا میاد اینجا مثلا این نوع متن رو دوست داره، خب میخواد از این متن استفاده کنه برای پروژه خودش، میاد میزنه اینجا ادیت گروپ رو میزنه و یکی از این متن ها رو کپی لایر میکنه. خب یعنی کپی کردن لایه برمیداره.
و یه نکته هم بگم واسه بعضی که مثلا کد رایگان یا همون فایل آماده رایگان که میذارن توی کانالشون، خب مثلا اکثریت نمیان که فایل و مدیا و فونت ها رو بهتون بدن. مثلا ما فروش عمومی که داریم همراه اون فایل فونت ها و مدیا و حتی آهنگی که استفاده شده رو همراهش بهتون میدیم، سیو میکنید بعد فایل رو وارد میکنید. اینجوری باعث میشه که کل پروژه کاملا توی برنامه‌تون بیاد بالا، یعنی ناقص نباشه. اکثر فایل های رایگانی که مثلا توی چنل رو میبینن میذارن اکثریت ناقصن، اصلا کلن میری تا مثلا عکسی که توی پروژه استفاده شده نیست، باید خودت جایگزین کنی و اینا. و مثلا آره اون متن رو ما اونجا کپی کردیم، مثلا میخوایم ببریم تو پروژه خودمون استفاده کنیم، اونجا یه پروژه باز میکنیم طور که میبینید اینجا این دکمه رو میزنیم و پیست لایر رو میزنیم، اینجا متنمون داریم و میتونیم اینجا راحت متنمون رو کلا عوض کنیم، اینجا مثلا هر چیزی که میخوایم بنویسیم و دوباره دوپلیکیتش بکنیم. یه تکست گرافی جدا کلا با همون یه دونه متنی که از اون پروژه آوردیم اینجا استفاده بکنیم به همین سادگی. خب حالا بعضی از پروژه ها هستن، این پروژه‌ای که الان داشتیم بررسی می‌کردیم تکست گرافی بود درست، بعضی از پروژه ها هستن که افکت دارن روی یه سری از ویدیوها و عکسایی که توشون استفاده شدن، یه سری افکت ها دارن. خب مثلا ما یه عکس اینجا وارد میکنیم، مثلا عکس یه آقای محترم، امیدوارم مشکلی برای ویدیو پیش نیاد. خب و همونطور که میبینید این عکس رو اینجا روی پروژه‌مون ما داریم، یه ذره بزرگترش میکنیم و میاریم. مثلا یه پروژه دیگه که به من فروش گذاشته بودم این یکی بود. خب طور که میبینید اینجا من میتونم مثلا فیلترهایی که روی عکس گذاشتم رو اینجا کپی افکت کنم، یا حتی نه اینا لایه فیلترم، همینا رو مثلا اینجوری میزنم کپی لایر میکنم میبرم اینجا روی این یکی پیست میکنم. خب حالا هر لایه هر فیلتری باشه، مثلا این فیلتر زیاد از نظر من نمیخونه به این عکس چون نور زیاد داره، خب برای مثال در کل، و میام ببینم دیگه در کل چی داره. مثلا میتونم این فیلترهایی که اینجا گذاشته شده رو مثلا ببرم اون ور تست کنم، اینا رو همه رو کپی لایر میزنم و میارم اینجا پیست میکنم، بیارمشون عقبتر، اینا جلو رفتن کلا. و چی ازش معلوم نیست، اینا رو کم کنم بهتر شد. و در کل و مثلا این عکس رو من نورش رو اگه کمتر کنم فکر کنم بهتر بشه. کمبود عکس دارم من توی گوشیم ظاهرا. آره اینجوری قشنگتر معلوم میشه این کاراکتر کاملا مفهومیمون و به همین سادگی. ببینید مثلا پروژه هایی که فیلتر دارن توشون، افکت دارن برای تصویر، اون طرف میتونید حتی مثلا اینجوری هم بخوام بهتون بگم، مثلا اینجا میتونید اینجا کپی افکت بزنید توی اون یکی پروژهتون، حالا من نمیخوام پروژه رو باز کنم وقت گیره، بیایید اینجا پیست افکت بزنید مثلا، حالا این یکی بهش نمیخونه اصلا چون برای عکس نبود درست. و به همین سادگی همه چیز از اون پروژه‌ای که مثلا خریداری میکنید یا حالا دوستتون بهتون میده یا حالا مثلا رایگان پیدا میکنید یا هر جایی که پیدا میکنید قابل کپی کردن و استفاده کردن توی پروژه خودتونه و کاربردش کلا همینه. و تا همینجا فکر کنم کافیه. و در کل حالا اطلاعاتی اگه در مورد فروش میخواید یا اینکه توی نظرسنجیامون شرکت کنید یا به هر حال ارتباط بیشتری با هم داشته باشیم، میتونید توی کانال تلگراممون عضو بشید و لینکش هم توی کامنت ها یا توی دیسکریپشن میذارم. و تا همینجا ویدیو کافیه، امیدوارم که از ویدیو استفاده کاملی به عمل آورده باشید
و تا آموزش بعدی فعلا خداحافظ.